تو مثلا بعدش هم میریم اگر آماده باشیم میریم سراغ مهدی مهدوی کیا. ما خداحافظی کردیم با آقای برژویچ. آمار سوال پیام کوتاه ما پرسیدیم در مورد بله 736 هزار نفر در 48 دقیقه که از زمان برنامه گذشته. ما امشب 9 برنده خواهیم داشت که به هر کدومشون مبلغ 300 هزار تومان از طریق سرزمین موج‌های آبی مشهد اهدا خواهد شد و قرار کشیم فردا بین همه کسایی که پاسخ صحیح داده باشن انجام خواهیم داد. اگه فکر کنم اختلاف دو گل گزینه یک، اختلاف یک گل دو گل بیشتر گزینه یک، اختلاف یک گل گزینه دو، مساوی سه و برد اندازه هم گزینه چهار رو برای ما بفرستید. ما تا دقیقه دیگر سراغ مهدی مهدوی کیا بریم تا ببینیم بحث ایران و بحرین به حال یک از بازیکن حاضر در اون مسابقه بود. یه آیتم کوتاه رو ببینید. بازی ما دقیقاً فردا سوال روز اون بازی معروف ایران ایرلند هست که همون اشکای یحیی معروف ترین تصویر است که از اون بازی در ذهن همه ما به جای گذاشته. ببینید خاطرتون بازی رو بعد چند تا از بچهای اون دوره صحبت کردن بعدش با مهدی مهدوی کیا همراه بشیم. قبل از بازی با ایرلند دوره رفت یه مقدار تیمه رو برای ما خیلی بزرگش کرده بودن و من احساس میکردم وقتی مثلا روبرو بشم با مثلا بازیکنی مثل رویکین یا رابیکین، حالا رویکین اون موقع بیشتر رو بورس بود، گفتم حتما اندازه این درخت هست و عضلاتش مثلا عضلات بزرگ و فلان. وقتی رفتیم تو راهرو استادیوم که میخواستیم داخل زمین باشیم دیدم حتی به شونم هم نمیرسه، گفتم خدایت برای چی باید اینقدر ما رو از لحاظ روی روانی اینقدر با ما بد کار کردن که متاسفانه ما احساس کردیم که با یه تیم مثلا خیلی بزرگ بازی داریم. وقتی رفتیم تو زمینم خب اون ترس تو وجودمون بود قاعدتا. دو تا بازی خیلی خوب و تو جلو ایرلند بازی کردیم، هم تو ایرلند که باختیم بهشون و هم تو تهران. ما تو ایرلند میتونستیم چند تا موقعیت خیلی خوبم گیرمون اومد، میتونستیم همونجا کارو تموم بکنیم و با توجه به اینکه ایرلند بازیکنای بزرگی داشت که تو لیگ انگلیس و این برون ور بازی میکردن بطلامون خیلی خوب کار کردن، کاشین خیلی خوب بازی کردن و ما میتونستیم تو دور مقدماتی انجام بدیم. یکی چون میشه جبران کرد، دو یک رو میشه جبران کرد، ولی دو هیچ خیلی سخته، مخصوصا تیمای قوی مثل ایرلند رو شما حساب کنید خیلی سخت بود، تیمی که خیلی حرفه‌ای بودن. اونا اومده بودن تو تهران یه مساوی یا حداقل یکی ببازن به جام جهانی صعود کنن. ما خیلی سعی کردیم، به نظر من ما زورمون نرسید تیم بده ایرلند. شرایط خیلی فکر میکنم سخت بود، ما اونجا میتونستیم حتی برنده بازی باشیم، توپی که آقای کریمی مثلا دست دادن، با اینکه میگم من خودم عاشق فوتبال آقای کریمی، ولی اون گل رو اگه میزدن فکر میکنم حماسه‌ساز میشد مثل آقای خداداد عزیز، یکی از اون تک به تک گل میشد، یه دونش اگه گل میشد ما تو تهران راحت فکر میکنم با این طرفدارایی که واقعا اومدن و با جون و دل تیم ملیشون رو تشویق کردن ما میتونستیم راحت به جام جهانی صعود کنیم. دور برگشتم که خب اونا میدونستن چی میخوان و بیشتر سعی میکردن حفظ توپ کنن، توپا رو برن تو کنارا که بیشتر وقت رو بکشن. تأسف میخوام اون مردی که مثلا با اون شادابی اومده بود ایران بعد چند مدتی که آقای بلاژویچ نگاه میکنه تمام موهاش سفید شده بود، این فکر میکنم یکی از دلایلی بود که واقعا خیلی فشار روی آقای بلاژویچ بود و واقعا من این مرد رو فکر میکنم دوست داشتنی ترین کسی بوده که توی زندگی من وجود داشته. شرایط طوری پیش اومد که واقعا ما دقیقه 90 تازه آقای گل محمدی گل زدن و بعد شرایط اون اتفاقات افتاد و باعث ناراحتی خیلی از مردم شد و حتی باعث شد که مربی اونم عوض بشه. شرایط سختی رو پشت سر گذاشته بودیم مقدماتی جام جهانی، تمرینات زیادی داشتیم، اردوهای مختلفی داشتیم، دوری از خانواده و خصوصا اینکه مردم ما خیلی دوست داشتن اون سال و امیدوار بودن خیلی
که ما بتونیم به جام جهانی بریم. وقتی خب این مسئله محقق نشد قطعا مردم ما ناراحت بودن و از این ناراحتی مردم شاید من واقعا گریم گرفت و به خودم زیاد فکر نمی کردم، هرچند که ما خودمونم شرط زیاد خوبی نداشتیم، از آزه روحی بالاخره تحت فشار بودیم. حتی من مثلا اولین بار مثلا گریه آقای بلازویش رو دیدم، من خودم من آقای کریمی و آقای کاویانپور بودیم فکرم تو هتل بستان موقع خداحافظی که دیگه آقای بلازویش داشتن از ایران میرفتن، من گریه ایشون دیدم. به نظر شما چه نتیجه‌ای در بازی اندونزی ایران رقم خواهد خورد؟ 1. برد ایران با اختلاف 2 گل یا بیشتر. 2. برد ایران با اختلاف 1 گل. 3. مساوی. 4. برد اندونزی. شما می توانید عدد مربوط به گزینه مورد نظرتون رو از طریق پیام کوتاه به شماره 23090 ارسال کنید. فردا ما بازی اساسی داریم در برابر اندونزی در جاکارتای مسابقه برگزار میشه که ببریم در واقع 99.9% راه صعود رو طی کردیم، چون بحرین 5 امتیازی و قطر هم 8 امتیازیه و ما تفاضلمون خیلی خوبه در این رقابت هم تفاضل گل هست که اهمیت داره. و گفتگو با بلاجویچ، کماکان چهره دوست داشتنی میروسلاو بلاجویچ و بعد از مدت ها به حال دیدمون رو. بریم سراغ مهدی مهدوی که یک از بازیکنانی که به حال در اون دوره جزء بهترین کماکان هم جزء یکی از دوست داشتنی‌ترین و بهترین بازیکن فوتبال ما است. مریض هم بوده مهدی مهدوی که در رشت از طریق دوستان عزیزمون در مرکز گیلان که جلوشون تشکر کنیم ارتباط زنده ما برقراره. آقای مهدوی که سلام، شبتون بخیر، عید دوستان مبارک. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای فردوسی‌پور و همه بینندگان عزیز. بچه‌ها دیروز تو مشهد مقدس بود، اونجا جایزه گرفت به عنوان بازیکن اخلاق، شما و وحید هاشمیان و ابراهیم صادقی، بهتون تبریک میگیم این جایزه ای که گرفتید و به هر حال از طریق دوستان در مرکز گیلان ارتباط زنده در خدمت هست. آیه مهدوی که با شما یک بازیکنی که در اون دوره حضور داشتید، حالا به ایران بحرین فکر کنم شما هم خیلی کیف کردید که دقیقه 93 بود اینا ما تونستیم گل مساوی در این بازی و خاطراتتون از بحرین صحبت میکنید؟ در ابتدا در مورد این بازی که چند روز پیش انجام شد، البته من بازی رو ندیدم ولی خب اخبار که دنبال می‌کردم، خیلی خوشحال شدم که تیم ما تونست یه امتیاز خیلی شیرین از این بازی بگیره و من قبل از این بازی هم گفته بودم که ما باید اون با برد 6-0 رو فراموش کنیم، چون قطعا این بازی شرطش خیلی فرق میکنه و ما بازی راحتی نخواهیم داشت و با توجه به اینکه نیمه اولم از حریف عقب افتاده بودیم پیش می‌بینیم شد که نیمه دوم حریف باز رو بیاره و همون بازیایی که ما تجربهش داشتیم یکی دو بار در منامه. ولی یه نکته خیلی مثبتی که واقعا شاید خیلی هاش اشاره نکردم ولی من در تیم ملی ایران دیدم و از همه چیز مهمتر در حال حاضر بر تیم ملی ما اینه که ما تا ثانیه آخر کار رو با جدیت دنبال کردیم و تونستیم فکر می‌کنم در دقیقه 93 به گل مساوی دست پیدا کنیم و اون حرکتی که بعد از گل انجام شد خیلی ارزشمند بود. من نیمکت تیم ملی رو دیدم که همه به داخل زمین اومدن و من یاد تقریبا سال 96 افتادم و بازی که ما با کره جنوبی انجام دادیم تقریبا همین حالت بود و بعد از اون تیم ملی ما نتایج خیلی خوبی گرفت. من امیدوارم که این روند همینطوری ادامه داشته باشه و تیم ملی ما در آخر به اون هدفی که می‌خواد برسه که رفتن به جام جهانی. آره 96 ما تیممون به حال همونجوری شما گفتید تیم هماهنگی بود که همه هم دیگه هم دوست داشتن. فکرم 2004 جام آسیای چین هم تیم ما تیم همدلی بود، یه سری بازیکن‌ها یه ذره شاید با هم اونجوری که باید شاید صمیمی نبودن. فکر کنم این صمیمیتی که اینکه نیمکت نشین خودشون جزئی از تیم میدونه، مازیازار پرید رو کله بازیکن این که نیمکت نشین اینجوری با تیم خودشون یکی بدونن فکر کنم خیلی مهمه توی تیم. حالا قبل از اینکه آفرز ما این برنامه شما خیلی خوبه، بعضی موقع برمیگردید به سالهای گذشته و یاد میکنید از بازیهایی که بالاخره بر مردم ما و فوتبالیست‌های ما مهم بوده، ولی چه خوبه که ما از بعضی از این مسائل یه درسایی گرفتیم. من خودم به عنوان بازیکن که در خدمت تیم ملی بودم چه بهتره که ما این درس‌ها رو به کار بگیریم. مثلا همون نکته که من اشاره کردم، نیمکت تیم ملی واقعا تو اون جام 96 تیم خیلی خوبی بود، همه یک دل بودن و دیدید که وقتی ما گل می‌زدیم چه اتفاقاتی می‌افتاد رو نیمکت ما. ولی مثلا این مسئله رو من در 2000 در
2000